سلام، دکتر شگنی هستم و امروز بهت میخوام روش مشابهت رو یاد بدم. توی پست قبل گفتم که مهندسی معکوس روش‌های متعددی داره، ولی همش برای کنکور سراسری مناسب نیست، مخصوصا این چند روز آخر. پس این پست برای روش مشابهته و پست‌های بعدی میخوام توی هر درس دقیقا بهت بگم باید چی کار بکنی. هر سال استانداردی دو نوع طراحی داره، یا گزینه دو به دو با هم مشابهت دارن، یا سه گزینه مشابهت دارن و یک گزینه پرته. علت این سبک طراحی اینه که طراح سال میخواد ما رو توی دام آموزشی گیر بندازه، و علت این که اینجوری داره سوالات رو طراحی میکنه اینه که تو اشتباه بکنی توی اون مشابهت ها، یعنی گزینه درست رو نزنی، گزینه که مشابهت داره رو انتخاب بکنی. زیاد در رابطه تکنیک مشابهت پرحرفی نمی کنم. این مثالی که برات حل کردم و دقت بکن، همشون از کنکورهای سراسری سال 98 هستن. خب بچه، بریم برای سال ریاضی 98. نگاه کن، توی صورتها ما یک رو سه بار داریم ولی یه دونه دو داریم، پس این گزینه خط میخوره. حالا توی مخرجها ما دو تا پنج داریم ولی چهار و شش و هر کدوم یه دونه داریم، در نتیجه یک و سه هم خط میخورن و جواب درست گزینه دو میشه، سال 131 ریاضی 98. مورد بعدی، یه سال در تو گراف، من تا نمیدونم گراف چی هست، ولی خب نگاه میکنیم گزینه ها رو میبینیم، این جی اول تو دو گزینه تکرار شده ولی سه ایه و چهار افه، پس سه و چهار نیست، یا یکه یا دو، یکی از اینا جواب درسته. حالا ای هم توی هر دو گزینه دیده میشه، میمونه مورد سوم که سی و دیه. ما نگاه میکنیم میبینیم اینجا هم دی تکرار شده، یعنی سی یه بار تکرار شده ولی دی دو بار تکرار شده، در نتیجه گزینه دو گزینه درست ماست. روی ای هم نمیتونستیم مانور بدیم چون توی هر چهار گزینه هست. تجربی 98 نظام جدید، نگاه کن، به عنوان پارامتر اول ما یه بی داریم، یه وی داریم ولی دو تا اف داریم، یعنی گزینه یک و گزینه دو نیست، یا سه یا چهاره، ولی اینجا بعدش وی و بی رو داریم، اینجا هم بعدش وی و بی رو داریم، در نتیجه ما با یه شک 50-50 طرفیم، ولی این شک 50-50 نیست. چرا؟ چون سبک گزینه ها رو دقت کن، یه چیز بر دو چیز، اینجا ستا رو گفته، در نتیجه احتمال درست بودن گزینه سه اینجا بیشتره، که گزینه درست هم همین گزینه سه است. میتونید توی پاسخنامه چک کنید. بریم برای سوال زمینشناسی تجربی 98. ببین، اومده توی گزینه یک گفته مس طلا، گزینه سه گفته طلا مس، همینجا متوجه میشیم جواب یکی از ایناست، چون اون طراح سال خواسته تو رو گیر بندازه، ولی اینجا که تیتانیوم، منگنز و سب، منیزیم، مشخص دام خاصی نداریم، پس احتمال اینکه یک و سه درست باشه خیلی بیشتره. روی موارد دیگه این دوتا گزینه، روی سب و کادیموم، فقط کادیموم اینجا تکرار شده، این سمت هم فقط منیزیم تکرار شده. خب پس ما الان با شک 50-50 طرفیم، ولی این 50-50 نیست، احتمال درست گزینه یک بیشتره. چرا؟ چون کادیموم اینجا مورد چهارمه، اینجا هم کادیموم مورد چهارمه، ولی منیزیم اینجا چهاره، اینجا دوه، در نتیجه احتمال اینکه گزینه یک درست در باشه بیشتره، که میبینیم گزینه یک هم درست بوده. بچه ها خیلی خوبی که سوالات زمینشناسی رو با این تکنیک بزنید، این همون زمین نظام جدید 98 تجربیه. خب یکم مرتبش کنم. ببین سال 117 و سال 119 من همینا به چشم خورد. سال 117 توی دو تا گزینه پایین آمدن دمای هوا رو گفته، تو دو تا گزینه هم بالا آمدن رو گفته، پس اینجا ما جای مانور نداریم، میریم توی موارد دوم. موارد دوم میبینیم هیچ کدوم شبیه هم نیستن، بازتاب گرمای زمین، بازتاب گرمای خورشید، بازتاب انرژی خورشید توسط ذرات جامد معلق، و حالا اینم که اینو نوشته. ببین باید نگاه بکنی ببینی کدومش بیشتر به هم مرتبطه. من دارم دقت میکنم، میبینم دو گزینه، یعنی گزینه دو و گزینه سه در رابطه با خورشید صحبت کرده، پس احتمال اینکه گزینه دو یا سه درست باشه بالاتر میره. حالا اینجا خیلی از بچه ها شک 50 گزینه در نظر میگیرم، ولی من میتونم یه دونه از گزینه ها رو از 50 بالاتر ببرم درصدشو. چرا؟ چون اگه دقت کنی سوال 1 و 2 ادبیاتش عیناً شبیه همه، ولی سوال 3 و 4 نه، پس نتیجه میگیریم توی 1 و 2 اون طراح سال خواسته یه دام آموزشی برای تو ایجاد کنه، پس گزینه درست میتونه گزینه 2 باشه، که گزینه 2 هم هست. برای 119 ببین، فشاری یه دونه کششی آورده، پس گزینه 3 نمیتونه باشه. توی مورد دوم برشی، کششی، فشاری، خب کدوم گزینه درسته؟ دیگه راه افتادی، گزینه 4. خب ما اینجا سوال 198 تجربی 98 رو داریم.
توی گزینه‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کا بزرگتر از یک 3 بار تکرار شده ولی کا مساوی 1 بار تکرار شده. در نتیجه این گزینه خط می‌خوره. حالا توی مورد دوم ام بزرگتر از 1 این یه بار، همین یه باره. ام کوچکتر از 1 هم همین یه باره ولی ام مساوی 1 2 بار تکرار شده. در نتیجه گزینه 1 جواب درست ماه. آماده بریم برای مورد بعدی. این نظام قدیم 98 تجربیه. نظام قدیم 98. ببین سال 259 میخوام برات حل کنم. خیلی به این سه تا سوال دقت بکن، خیلی جالبن. 259 ما اینجا مثبت مثبت منفی منفی، اینجا چیزی نصیبون نمیشه، کاملا 50%. اینجا منفی 0 0 مثبت، این و این خط میخوره، یا 2 یا 3. میریم توی مورد چهارم، مثبت منفی مثبت مثبت. دقت کنی میبینی منفی یه بار تکرار شده، مثبت 3 بار تکرار شده، پس اینی که منفی داره هم نیست. ما الان 3 تا گزینه هست کردیم، گزینه 3 جواب درست ماست. ولی ببین من گفتم همیشه نمیشه سوالات اینجوری حل کرد. مثلا توی مورد 262 عذرخواهم 261 یه بحثی که هست اینه که کاملا 50 50 همه چیز، تو باید نصف سوال یعنی 1/2 سوال رو حل بکنی، بعد اگر نتونستی دومی رو حل بکنی اون موقع از این تکنیک استفاده بکنی. یا توی 262 ما اینجا فراورده رو داریم، اینجا هم فراورده داریم، اینجا واکنش دهنده، اینجا هم واکنش دهنده، اینجا چیزی آیدمون نمیشه. میریم سراغ بعدی، کاهش 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 افزایش. ما اینو خط میزنیم گزینه 4 رو. خب حالا برای ما 3 تا گزینه میمونه که احتمال اون 3 تا گزینه کاملا یکسانه تقریبا. حالا این شک 3 گزینه محسوب میشه. قاعده اینه که این سوالات نزنی، ولی از یه طرف میتونی این شک رو تبدیل به شک 2 گزینه بکنی. از اونجا که گزینه 4 واکنش دهنده داشته حذف شده، معمولا گزینه که راحت حذف میشه رو اون طراح جزء سوالات دامدار نمیذاره. یعنی اگر این سوال واکنش دهنده جزء گزینه های درست بود، مطمئنا اونی که واکنش دهنده راحت پاک نمیشد که تو بتونی واکنش دهنده رو بزنی. پس گزینه 3 هم نیست، یا 1 یا 2. اینجا میشه شک 50-50. قاعدتا باید یکم خونده باشی بتونی حالا تا یه حدیشو بری بقیهشو از این تکنیک استفاده کنی. سوالاتی که حل کردم و چند بار دیگه ببین و سعی کن این قلقه ها رو یاد بگیری. نکته اساسی اینه که همه سوالات با این تکنیک ها نمیشه حل کرد و نکته مهمتر اینه که باید تشخیص بدی چه سوالی رو با این تکنیک حل بکنی یا تکنیک هایی که توی قسمت های بعد بهتون خواهم بگم. توی پست های بعدی میخوام دقیقا بهت بگم توی هر درس باید از چه قلقه های استفاده بکنی. مشابهت یک روش کلی بود که توی همه درس ها میشه استفاده کرد. حتما پست های بعدی رو پیگیری کن و از اول دوره مهندسی معکوس تا آخر پایه‌کار پیج باش. موفق باشی و خدا نگهدار.